در اجلاس حقوق بشر ملل متحد در ژنو کیت گیلمور معاون کمیسر عالی حقوق بشر در گزارش خود از سرکوب تظاهرات سراسری دیماه توسط رژیم استمرار اعدام و به ویژه اعدام نوجوانان وضعیت زندانیان سیاسی فشارهای ارتجایی علیه زنان و جلوگیری از بازدید نماینده ویژه از زندانهای ایران را به عنوان موارد نقض فاحش حقوق بشر برشمرد وی درباره سرکوب خونین و قتل شماری از تظاهر کنندگان در خیابان‌ها و دستگیری هزاران نفر گفت چند نفر از دستگیر شدگان بعدا در زندان جان خود را از دست دادند مقام‌های رژیم ایران ادعا کردند آنها در زندان خودکشی کردند اما بستگان و دوستان قربانیان شدیدا این استدلال را رد می‌کنند معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افسود روند روشنی از ارعاب دستگیری و پیگرد قانونی مدافعان حقوق بشر به وضوح مشاهده می شود. افراد بازداشتی در معرض خطر قرار دارند و ما نگران سلامتی آرش صادقی، نرگس محمدی، سهيل عربی، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی هستیم. کیت گیلمور با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت دبیرکل از میزان بالای ادامها در ایران ابراز نگرانی می کند و به شدت نگران است که حکم اعدام نوجوانان علا رغم این که در قوانین بین‌المللی شدیدا شدیدن با آن مخالفت شده کماکان در ایران ادامه دارد پنج نوجوان در سال 2017 اعدام شدند و سه نوجوان دیگر نیز در سال 2018 اعدام شدند به افسود رواج ازدواج کودکان و تبعیض جنسیتی نهادینه شده در قوانین حکومتی باعث نگرانی است معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین به نقض حقوق کودکان و سرکوب و تبعیض علیه زنان و دستگیری معترضان به حجاب اجباری توسط رژیم آخوندی نیز اشاره کرد و با یادآوری رفتار رژیم با آسم جانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور نقض حقوق بشر در ایران افسود مخالفت با بازدید گزارشگر ویژه از ایران کماکان مورد نگرانی سازمان ملل است